آقای صبحانی، آلبوم جدید گروه کیوس در اومد، کابوس آباد. این کابوس آبادش منو شخصا یاد ایران امروز یا جمهوری اسلامی میندازه. دلیلی که این اسمو برای این آلبوم انتخاب کردین چیه؟ خیلی ممنون که دعوت کردین. راستش خیلی فضایی که توی این آلبوم بود برای من مهم بود که ما بتونیم با یه کلمه به فضا رو بتونیم توضیح بدیم، یعنی مردم بدونن که این آلبوم در مورد چیه، حسش چیه. میخواستم یه حس، این حس رو در واقع توی یه کلمه، توی یه تایتل بر آلبوم بتونم توضیح بدم. و اولش فکر میکردم در مورد ناامیدیه، خیلی خیلی در مورد ناامیدی، ولی ناامیدی که در واقع مبتنی بر واقع‌بینی است، ولی نهایتا اون دیستوپیا، اون در واقع چیزی که از هم پاشیده، اون آینده‌ای که از هم پاشیده و باید باش روبرو شد، اون فضا تو ذهن من خیلی به قول معروف خیمه زده بود، ازش نمی‌تونستم بیام بیرون. این بود که اسمش رو فکر کردم بذارم کابوس آباد، که در واقع شاید بشه گفت حال و هوای فضای ذهنی همه ماها بود توی سال اخیر به نوعی. خب کم و بیش آدم به شعر این ترانه ها که گوش بده، خیلی هاشون واقعیت های مختلف امروز جامعه ما رو چه داخل چه خارج از کشور مد نظر میاره. شما با چه دیدی این ترانه ها رو، یعنی متن این ترانه ها رو تهیه کردین سرودی؟ راستش وقتی که شروع کردم به ساختن ترانه ها دقیقا اوایل اعتراضات بود، و چیزی که در واقع کلیدش رو زد فوت دوست من رضا حقیقت نژاد بود، روزنامه نگاری که همه میشناسیم و همه براش احترام قائلیم. اون فضا فضایی بود که من تقریبا مثل خیلی دیگه مطمئن بودم که داره تموم میشه عمر جمهوری اسلامی، و اون با رضا که یکی دو بار صحبت کردم با هم پیغام دادیم، اون به قول معروف اون قبط خوردن به این که یه خورده دیگه بمون تا برگردیم، یه همچین حالتی با این فضا شروع شد، یعنی امیدی پشتش بود، یه امیدی بود که یه چیزی عوض میشه. ولی رفته رفته که رفتیم جلو احساس کردم که ما خیلی 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 خوشبینیم، خیلی چیزا رو آماده نبودیم، اصلا آماده نبودیم برای اتفاقی که افتاد. ما که میگم همه ما ایرانیه بود که فکر میکردیم که تغییر احتیاج داریم و فکر میکردیم که داریم کمک میکنیم، و این عدم آمادگی، این تشتتی که به وجود اومد، این فضایی که گل‌آلود شد، این افرادی که اومدن و در واقع به نوعی اصلا فضا رو، اکسیژن فضا رو بلعیدن رفتن، اینا رفته رفته به ناامیدی به قول معروف بیشتر افزود، و به جای رسید که دیگه آهنگای آخر دیگه واقعا برای خودم هم حتی نوشتنشون دردآور بود، ولی برای خودم یه پروسه مثل تراپی بود، چون بعد می‌نوشتم اینا رو از دل خودم، از سیستم خودم میومد بیرون. یکی از این ترانه ها عنوانش هست دریای دوغ، و یک به قول من یه داستانیه که بچه که بودیم همه برامون تعریف کردن. حالا کجای داستان معاصر ایران دوغه؟ فکر میکنم این سالی که گذشت خیلی چیزاش دوغ بود، یعنی نشون داده شد که خیلی آدما، خیلی افراد، خیلی شخصیت ها، خیلی تشکلات، حتی خیلی ابزاری که ما احتیاج داشتیم و فکر میکنم در دست عده‌ای هست، همه اینا فهمیدیم که دوغ بود، یعنی به قول معروف همش کش بود، بالا رفتیم دوغ بود، پایین هم اومدیم، و برای من دردناک بود وقتی که میدیدم مثلا تو همین ترانه که یه جا میگه که کلاغرم بردن به اوین، یعنی دیگه به کلاغرم رحم نکردن، هر کسی دم دستشون رحم نکردن، و در اون طرف ماجرا کسایی که قرار بود کمک بکنن متاسفانه شاید نتونستن اون کاری که وظیفه‌شون بوده انجام بدن. شاید ترانه ای که این ناامیدی که شما در ابتدا بهش اشاره میکردین بیشتر درش تبلور پیدا کرده، این جمعه دارم میرمه. شما به کجا میرین؟ همه ما به کجا میریم؟ این خیلی سوال خوبیه، برای اینکه واقعا از اون لحظه که راه میافتیم و تو این آلبومی که دو جا من میگم، یه جایی میرسیم به دوراهیه که یه برش تباهیه، یه برش سرابه، یه برش کابوس آباده و یه برش سرابه، واقعا جایی نیست که برفتن، یعنی یه چیزی از همون گرفتن که فقط بری، و توی به قول معروف جمله آخر آهنگ میگه که میگه سرنوشت من دسته یه مشت دیوونه است،
تقصیر من نیست، تقصیر زمان است. یعنی اینی که همه زندگی ما اسباب اینه که یک سری آدم دیوانه براش تصمیم بگیرن دردناکه و جایی برای رفتن نمیذاره واقعا. گروه کیوسک و شما همیشه غیبت های نسبتا طولانی دارین، بعد دوباره با یه آلبوم برمیگردین، همیشه این آلبوم ها مورد توجه قرار میگیره. این فاصله بین این آلبوم، آلبوم قبلی و آلبوم قبلی با اون قبلترش، این همه، یعنی شما احتیاج دارید که فکر کنید دوباره چی ارائه میدین، چون همیشه هم چیزی که ارائه میدین یه مقدار تاثیرگذاره. حقیقتش فکر میکنم تا موقعی که حرفی برای گفتن نداریم نباید صرف این که توی انظار باشیم یا صرف این که مطرح باشیم حرفی بزنیم. یعنی برای من مهمه که واقعا حرفی که میزنم و به قول اون شاعر آمریکایی میگه اول باید اون کلمه خودتو گریه بندازه بعد انتظارش بشه بقیه رو گریه میندازه. اول باید تو دل خودم احساس بکنم یه حرفی برای گفتن دارم و خیلی وقتا میشه که آدم حرفی نداره توی مقطعهای مختلف زندگیه که دورهای زندگی آدم داره عوض میشه به هر دلیلی. ما الان تقریبا بوده 17 سالی که فعالیت داریم و 11 تا آلبوم داریم، تقریبا میشه گفت یه سال و نیم یه بار، تقریبا دو سال یه بار. خیلی خیلی به قول معروف مخصوصا این سالهای اخیر فاصله بینش زیاد بوده همونطور که گفتین. یه دلیل دیگه اش اینه که اکثرا میرن و سینگل میدن الان دیگه، کسی آلبوم نمیده. ولی باز برای من مهم بود که من بتونم این فضای ذهنی خودم و با بچه‌ها که صحبت می‌کردیم در این یک سال بتونیم ثبت کنیم و این در یه مجموعه باشه که نشون بده مثل یه سری داستان کوتاه. حالا آلبوم بعدی کی؟ دو سال دیگه؟ بزنین یکی بزرگ شد فعلا. خب هر آلبومی که در میاد فرصتیه برای اینکه شما با مخاطبانتون، با کسانی که از موسیقی کیوس خوششون میادم دیدار داشته باشین. آیا برنامه‌ریزی کردین برای یه سری کنسرت ها به جز آمریکا که شما در اون زندگی میکنید حتی در بقیه نقاط جهان؟ راستش ما خیلی وقت بود که در آمریکا و کانادا، البته کانادا اجرا کرده بودیم ولی در آمریکا خیلی وقت بود چون من مدتی نبودم اینجا و برای همین خیلی عجله داشتیم که زودتر در آمریکا و کانادا اجرا کنیم. هنوز برنامه‌ای برای اروپا نداریم ولی اگه باشه احتمالاً بعد از مارچ و بعد از عیده، ولی تو همین ژانویه در شهرهای مختلف آمریکا سعی می‌کنیم این آلبومو و از کاری از آلبوم قبلی رو ببریم روی صحنه. یه سوال آخر، کارهای شما همیشه یه سری ویدیوهای بسیار زیبا و دیدنی هم دارن، آیا برای این آلبوم هم در نظر دارید یکی دوتا ویدیو بسازی؟ بله، اینم بازم اینم یک موردی که یواش یواش داره مردم دیگه این کار رو نمی کنن ویدیو این شکلی، ولی ما یه رابطه ای برقرار کردیم با یه سری هنرمندی که من فکر میکنم آرتیست درجه یکی هن، جوونن و آرتیست هایی هستن که تو هنرهای بصری خیلی واقعا کارشون خوبه و یه فرصتی میشه برای اینکه ما با اونا همکاری کنیم. من اینو انقدر دوست دارم که برام مهم نیست که این ویدیوها اصلا دیگه کسی میسازه نمیسازه، خرجش چقدره، برای چی بوده. البته ما واقعا همیشه کم خرج میسازیم ولی این هنری که بچه‌ها دارن و اکثرشون هم خیلی جوان هستن ما رو وادار میکنه که همیشه بریم دنبال ویدیو ساختن. الان یه ویدیو دادیم بیرون برای این آلبوم و یکی دو تا دیگه هم حتما تا قبل از ژانویه منتشر میکنیم. مرسی از شما، خیلی متشکرم. رفتی چه چیزا دیدی، همه جا رفتی به هیچ کجا نرسیدی، میگفتم آسمون همه جای رنگه، هرچی میگفتم مزخرفه و چرنده. در و واکن، در و واکن، یه مسافر مونده از راه. در و واکن، در و واکن، خسته از شهر زگ و تنها. در ما کن، در ما کن، در ما کن. پول که باشه پوستت هم شفافه، واسه همه گرده، واسه تو زمین صافه. ما اسیریم نارفتن نیرو بیارم، سرباز نیست اونجام، همه فقط تیم سارن. در و واکن، در و واکن، یه مسافر مونده از راه. در و واکن، در و واکن، خسته از شهر تک و تنها. در و واکن، در
در رو با کن گریه پیرو سوزه منو